خوشبختانه در این لحظات مهماندار هستیم. مهمان ما صمیم کاکر، یک فعال مدنی هست. خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام خدمت شما، صبح شما هم بخیر. به تمام بیننده های عزیز همین اکنون ما را از پرده تلویزیون پایگان بیننده هستند. سلامت باشین آقای کاکر، قسمی که اطلاع داریم شما از سر پل تا اینجا زحمت کشیدین و آمدین. بله، خوش آمدین. از فعالیت هایتون که در ولایت سرپل در کدام بخش فعالیت میکنین بر ما و بر بیننده ها میشه معلومات بدین؟ خوش باشین. فعالیت های ما که هستن، اولین قدمی که فعالیت کنیم اول بادن باید فعال مدنی باشن. دقیقه. فعال مدنی هر کس بوده میتونه، کسانی که فعال باشن. یه هیچ کسی نیست که بگه من نیستم فعال مدنی، من نمیتونم کدام معرفی شه و از کدام مرجع نیست. کسانی که فعال باشن فعال مدنی گفته میشن. دیگه فعالیتی که من میکنم در ولایت سریپور، یکی از مسئولان سازمان مدنی جوانان نمایندهش ولایت سریپور هستم. اونجا بیشتر ما سر ارتقای ظرفیت جوانان کار کردیم و ورکشاپ ها گرفته گیستیم. کوشش میکنیم برنامه های دیگر در 400 هم بخیر تعیین شده، جور شده، انشاءالله اونا هم تطبیق میشن. انشاءالله در این مدت که در ولایت سریپور این سازمان جور کردیم در کدام بخش ها فعالیت کردیم؟ ما بیشتر خیلی که وقت کمی شده ما این سازمان بردیم، حدود یک 3 ماه شده. ما تقریبا دو برنامه بسیار بزرگی گرفتم، حدود 250 نفر و 300 نفر اشتراک کرد. هر کدام برنامه ما یکیش تحت عنوان مدیر موفق بود که باید مدیریت هم در زندگی ما یاد داشته باشیم هم در دفتر، و یکی هم دیگه پلان گذاری بود. وقتی که ما مدیریت یاد داشته باشیم، پلان گذاری یاد نداشته باشیم، باز هم مشکل میگرده. به خاطر ما مقدمه پشت به پشت برنامه ها رو میگیریم. دو برنامه بسیار بزرگی داشتیم، یک برنامه‌ای که هم میفهمیم که محیط زیست بهترین چیز به ما شما زندگی ما هستن، به خاطر که 7 نفر یک درخت اکسیژن میدن و دیگه هر چیزها هم حیوانات هم از او استفاده میکنند در برگاش. به خاطر یک مفید کاری بسیار نیک هست، باید هر هموطن ما باید یک غرس نهال در مای حمل یا حوت باید غرس کنند. ما حدود 100 غرس نهال از دولت گرفتیم، دولت سریپول هی را غرس کردیم با همکاری دولت، با همکاری سازمان ها، همکاری کارمنده های رضاکان خود هم هی را ما غرس کردیم. سی برنامه ما. بسیار خوب. آقای کاکر، وضعیت جوان ها در سریپول چگونه است؟ بخصوص خانم ها. طبعا مشکلات در 34 ولایت در بخش جوان ها وجود داره، یک بخش سریپول نیست. شاید خیلی از ولایت ها ناامن است، شخصا مرکز ما بیخه که ولایت هایی که اوس باشه بیخه مرکز ما. دقیقا. جوان های سریپول وقت خیلی زحمتکش هستند، میخواه خدا به یک جای برسانه. ثابت هم کرده، شاید خیلی از جوان ها در کابل وزارت ها وظیفه داشته باشن و دیگه هم مرجع فعالیت های زیادی وجود دارد بخش جوان ها. من خوشبختانه خیلی خوش هستم، جوان هایی که من رفتم سازمان بردم همین جوان ها بود، من تشویق کرد، خود هم جوان بودم، بازم اونا به پالی ما بیایی بازم دادم قدرت میگیرم و همون جوان های سریپول در هر بخش باشه خدمت میکنن، انشاءالله اونا زحمتکش هستن. وضعیت خانما، چقدر خانما در بیرون کار میکنن؟ چقدر خانما چند فیصد در اجتماع ظاهر هستن؟ دختر خانم ها هستن بسیار کم هستن، به خاطر که مردم سریپور کم یک سنتی مردم سنتی هستیم، به اون خاطر دختر خانم ها هستن بسیار کم رونق هستن، در یک گپی پشش میکشن، به اون خاطر بیچاره هم میترسن از خانهشون بیشترش نمیبره. کسانی که میبرد اونا هم حمایت فامیل میشه، وقتی که حمایت فامیل شود طبعا به جامعه خدمت میکنه. حدود ما تقریبا 6 نفر دختر خانم ها کارمند دارم و 5 نفر هم بچه ها هستن و دیگه ایش هسته که تصدیق دوازده نداره، اونا هم کارمند است، حدود به 20 نفر کارمند داریم. بسیار خوب. در گذشته ما شاهد خشونت های زیاده در سرپل علیه خانم ها بودیم، چقدر کاهش پیدا کرده این خشونت ها؟ خشونت ها کم شده، خیلی کم شده، به خاطر که مردم ما کم یکم سال به سال تغییر آمده شده، به خاطر که آگاهی مردم بیشتر شده میره. بله، به خاطر که هر نهاد، سازمان یا دولت کم کم کار کرده است در ارتقای ظرفیت ذهنیت سازیش باید شد. اولین قدمی که ما باید تغییر جامعه بدیم ذهنیت سازی باشه، جوان باید ذهنیت شو آگاه بکنیم، روشن بکنیم. حالا من چند وقت پیش بسیار خاطره بسیار بدی پیدا کردم، دیدم، شنیدم.
یک ورکشاپی ما گرفتم حدود طبعا هر سازمانی کدام مرجعی کمکی نداره. بله. فقط همی از هموطنان ما چند رپای میگیره به ورکشاپ امیره مصرف این برنامهش میکنه. طبعا یک برنامه رو بگیریم حدود 34000 مصرف میشه، کمش 20000 میشه. به اون خاطر با ما فیسی بسیار کمی گرفتیم. باز می بعضی از هم دوستای خودم در فیسبوک ها کشید که الان اینا باجگیر هستن، اینا یه هست و هست. ما گفتم به حدود 30000 ما کهی باجگیر با کهی پولدار میشم. یا یک جوان میه 3 روز علم یاد میگیرن. استاد هم رایگان، جا هم رایگان. برنامه تن بر چند نفر بود؟ به حدود ما گفتم از 1000 نفر ما گنجایش جایش. 30000 افغانی شما بود؟ ما نه. ما از کارمند از هر اشتراک کننده دفعه حوالی 100 افغانی گرفتیم. دفعه دوم که استاد از سری پول بود ما بازو 50 افغانی گرفتیم. یک بار ما 11000 افغانی جمع کردیم و دیگه مصرف شخصی به شخصی خودم دادم. اینا هم اگه مردم سری پول میدونن اونا هم مرا حمایت کردن، از چی دولتی باشه چیزی کسانی که ذهنیتشان صادق بودن. و بعضی هست در برنامه دوم ما حدود 7000 بچم کردیم. این رو حتی ماهون صاحب پیش ما رفتم گفتم که ماهون صاحب 7000 افغانی ما جمع کردیم دیگه ما پولی جمع نکردیم. توطئه ها وجود داشت اما بسیار ما خفه شدم از این که چرا همی کپی می باشه. به جوان حمایت کنه خیر، اما جوان زیاد بخوره اما بان کار کنه اما نزند سنه سازی نکنه میاد. به اون خاطر خود همینا بودجه میگیرد دولت کو برنامه 4 تا قوم خودم میارم. بله. من شخصا تا حال رفعال مدنی هستم و کار کردیم سازمان، یک روز ما یک برنامه ورکشاپ دولتی نرفتیم. با پول به ما داده باشه، حتی رایگان به من داده. باز اینا میگه که گویا ما ورکشاپ رایگان تدریس می 4 تا قوم خودم میبرم. این بله. افغانستان قوم مشترک شده. آره. آره هر کس میخواد 4 تا قوم خود پیش بزنه. دقیقا. خب صمیم جانم میبینیم که اینجا چندان از لحظه تقدیرم داره. ماشاءالله یک جوان فعال، قسمی که در نخست گفتیم تخت نامه های صمیم جانم زیاد است و ما هم افتخار میکنیم با وجودتون که میخواین یک فرد باشین که خدمت کنین در جامعه و در کنار جوان های سادگی کنین. سلامت باشین. ما هم یکی از بسیار کار کوچکی با پانتون سعادت از پرده تلویزیون شما هست. اونا من تشکری میکنم که تقریبا با ما 40% تخفیف داده. در هر جوانی که ما معرفی میکنیم از ولایت سریپون ما 40% تخفیف به اینا معرفی میکنیم. حدود 40% ما ضرب بزنیم شاید 4000 افغانی شود. چقدر کار نیک است وقتی یک دانشگاه خصوصی می با یک فرد که چندین نفر جوان دوره هم جمع کرده و میخواد کمک کنه با اونا، این دانشگاه خصوصی کمک میکنه با تخفیف بعضی از جوانا را جذب میکنن و این کار نیکی است. به نظر من اگر هر دانشگاهی این اقدام بکنه یک کار خیلی بزرگ را انجام داده. اینجا چندین دانه تقدیرنامه از آقای کاکر نزد من هست اما به یک دو سه دانیش نشان میتونم به خاطر از اینکه وقت برنامه ما اونقدر زیاد نیست. این از کجا گرفتید؟ اولین بار در مزار شریف کامره های مخفی را پیش می بردم در چنل تلویزیون لبخند، اونجا اونا ما را تقدیر قرار دادن. بسیار موفق. این تفاهم نامه هست با پانتون سعادت. این با یکی از پانتون های خصوصی که تفاهم نامه کردن. لو تقدیر؟ لو تقدیر از مقام ولایت سریپول هستن. والی صاحب که ما اونجا برنامه تحت عنوان پلان گذاری که با شرایط بسیار بحران ما قرار داشتیم هم بازم اونا حمایت قرار داد ما را اونا تقدیر کرد. لو تقدیر؟ امنیت هم چندان خوب نیست اشتباه نکن در سریپول. در سریپول امنیت در سریپول لا تقدیر تا نگا بگین پیش از ببخشین. این تقدیر از مقام ولایت به ما داد که برنامه پیش اولین برنامه‌ای که من رفتم برگزار کردم اینا تقدیر داد. حالا میشه یک سوال فیصل جان جواب بدین. در کل جواب گرفتم گفتن در 34 ولایت امنیت خوب نیست. چرا خوبی های خودم هم داره صمیم جان؟ خب مشکل از خود ما شماست که یکی در جان دیگه افتیدیم و هر روز را که میبینیم از دست خود میبینیم، کدام بیگانه پایش دخیل نیست. چرا که ما شما امروز میبینیم که وطن داره خودمو در مقابل یکی دیگه اسلحه برداشته. ما مشکل ونده ای که ما هستیم جوان در جوان ما شما نمیمانیم که ترقی کنن دخیلی داریم. به او خاطر دولت کوشش میکنن اما باز هم ما از خود ضربه میخوریم. گفتی گپ شما به او خاطر اینمی هست بحران هستن و هی لو تقدیر که بود من تقریبا اولین برنامه‌ای که ما داشتم این از طریق مزار از سازمان مدنی جوانان نوندیش زون شمال برگزار کرده بودم. اونا ما را تقدیر قرار داد. موفق باشی همیشه. وقت صمیم جان خوشحال شدیم که خودت در برنامه امروز داشتیم. اگر در اخیر کدام گپ یا گفتنی داری کامرا در خدمت.
آها، تشکر از شما، تشکر از تلویزیون پیکان دادگاهانی بسیار موفق. ما همه وقت خوش هستیم که تلویزیون ما را دعوت میکنن، ما را تشویق میکنن، تقدیر میکنن. ما هم بیاین یک روز در ولایت سرپل، ما هم شما را تقدیر و یک میمان نوازی کنیم. سلامت زنده باشین. سلامت باشین. فقط پیام آخری مهمی است که افغانستان یک صلح آرامی بیاید، که ما هم برنامه های بسیار بزرگی داریم در بانوا هم است، در بخش فوتبال اندبال و هم برنامه ها زیاد است، حدود 4 برنامه که دارم ما در 14 صده که با 2 ماه باید تطبیق شود. اما کوشش میکنم بیای جوان ها اول ذهنیت سازی شود، بعد از او بیایم سر وطن خود کار کنیم و یک صلح و سرتاسری در افغانستان بیاییم انشاءالله. سپاس از شما آقای کاکر که آمدید.